درست 13 سال پیش در چنین روزی بود که کردستان برای سربدار شدن گردان سرفرازش، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان گریست. اما بر ایستادگی و مقاومت تاکید کرد. اونها سحرگاه 19 اردیبهشت سال 89 سربدار شدند. به همین مناسبت آقای عادل محمودی از معلمین جوان رود که پیگیران سیر جریان دستگیری، زندان و اعدام معلم شهید فرزاد کمانگر و بقیه شهیدان را دنبال می کرده، درباره ویژگی‌های شهید فرزاد کمانگر و شرایط دستگیری او گفت: معلم شهید فرزاد کمانگر، معلم آزاده کرد، ایشون در سال 1385 در تهران دستگیر میشن. بعد از دستگیری مورد آزار و اذیت و شکنجه های شدید روحی و جسمی و روانی قرار میگیرن و حتی با اینکه نتونستند از ایشون هیچ نوع مدرک قابل استنادی هم به دست بیارند، با این حال توسط دستگاه استبداد قضایی جمهوری اسلامی به جرم محاربه به همراه 4 تن از همبندی هاشون در تاریخ 19 اردیبهشت سال 89 به اعدام محکوم میشند. شهید فرزاد یک معلم آزاده، یک معلم فداکار، نویسنده و یک فعال حقوقی بودند. آقای محمودی همچنین در مورد اینکه چرا این رژیم با معلمان و به خصوص معلمانی که نسبت به حقوق پایمال شدهشون اعتراض دارن این رفتار رو داره و آیا رژیم موفق خواهد شد که اعتراضات معلمان رو خاموش کنه گفت: جمهوری اسلامی در این مدت 44 سال به جز غارت، قتل، ترور و سرکوب ملت ایران عملا هیچ کاری انجام نداده و اصولا خواهان رفع هیچ گونه از نیازهای ملت نیست، چه نیازهای مدنی، چه صنفی و غیره، و قطعا معلمان هم از این قاعده مستثنا نیستند. اما بیقین آتش فشان خشم ملت ایران روز به روز سهمگین تر خواهد شد و ما به زودی شاهد فوران آتش خشم ملت علیه حکومت ظلم و جهل خامنه ای خائن خواهیم بود، به امید آن روز. با تشکر از آقای عادل محمودی، معلم اهل جوان بود.